ایشان خاطر نشان کردند. اروپایی ها با وجود این تصمیم از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند. CBS آمریکا گزارشی از آخرین رخدادهای اشرف منتشر کرد. اگر شما می توانستید آزادانه در عراق سفر کنید، می توانستید از مکانی به نام اشرف نیز بازدید کنید. ولی جاده شمالی که می تواند شما را به آنجا ببرد، هنوز برای سفر بسیار خطرناک است. نه به خاطر بمب‌های کنار جاده یا حملات تروریستی، بلکه به دلیل اینکه دولت عراق نمی خواهد شما به آنجا بروید. دلیل آن ساده است. کمپ اشرف هدف کسانی در دولت عراق است که بهترین دوست رژیم ایران می باشند و رژیم ایران می خواهد که کمپ و ساکنان آن برای همیشه بسته شوند. برای خارجیان این عجیب ترین چیز است. حدود 3500 ایرانی که در عراق زندگی می کنند و آنان برای بیش از 2 دهه در آنجا بودند. زمانی که اشرف در کنترل ارتش آمریکا بود، رژیم ایران نمیتوانست به آنان دست بزند. اما از زمانی که دولت عراق در ژانویه کنترل آن را به دست گرفت، این رژیم به طور سیستماتیک به دولت عراق فشار می‌آورد که دست به عمل بزند. حال به مدت 20 روز است که اشرف توسط نیروهای عراقی محاصره شده است و به تدریج آنان را از دنیای خارج قطع کرده. در اعتراض نسبت به رفتار سربازان عراقی با خود، ساکنان اشرف فریاد می‌زنند: اشرف شهر صلح است، یک زندان نیست. تلویزیون CBS در ادامه گزارش خود افزود: چرا باید این مسئله برای ایالات متحده مهم باشد؟ اشرف محل سکونت اعضای اپوزیسیون ایران یا سازمان مجاهدین خلق ایران است. این افراد باعث افشای برنامه اتمی ایران شدند. این اطلاعات آنان بود که آن را در معرض توجه جهان قرار داد. ولی از نظر رژیم ایران، آنان یک سازمان تروریستی هستند. دولت فعلی عراق تایید می‌کند که این گروه هنوز در لیست سیاه آمریکاست، اگرچه از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شده است. رژیم تهران می‌خواهد که کمپ آنان بسته شود، اعضای آن دستگیر شوند و برای محاکمه تحویل داده شوند و سازمانشان نیز نابود گردد. ولی ایالات متحده نسبت به ساکنان اشرف تعهد دارد. در ماه ژوئیه دولت آمریکا اعضای مجاهدین خلق را تحت کنوانسیون 4 ژنو به عنوان اشخاص حفاظت شده به رسمیت شناخت. به این معنا که آنها نباید استرداد، نباید اخراج یا کوچ اجباری داده شوند یا اینکه در داخل عراق نباید جابجا شوند. رژیم ایران از طریق متحدینش در دولت عراق تنابی را حول کمپ اشرف و ساکنین آن انداخته و تدریجاً آن را سفت‌تر ساخته است. این بدین معناست که تاکنون تدارکات سوختی را متوقف ساختند، ورود کامیون‌های کالاهای پشتیبانی قطع گردیده و تنها میزان محدودی از محموله‌ها به داخل این کمپ اجازه ورود یافتند. ساکنین اشرف در ترس و نگرانی به سر می‌برند. ساکنان اشرف گفتند بعد از اظهارات علی خامنه‌ای محدودیت‌های جدید و غیر انسانی علیه آنها اعمال شده است. سایر اظهارات مشاور امنیت ملی عراق آشکارتر و آزاردهنده‌تر هستند. روبه‌ای گفته است این افراد مغزشویی شدند و ما باید آنها را از این سم آزاد کنیم. بیفزود: ما یک پروسه سمزدایی را با آنها می رویم.
اگر چنین چیزی درست باشد، در مرحله اول عملی دردناک خواهد بود، اما چاره ای نیست جز اینکه این عمل دردناک را شروع کنیم. جای تعجب نیست که چنین حرفهایی باعث نگرانی وسیعی در ساکنان کمپ اشرف شده است. آنچه حل نشده باقی مانده این است که آنان دیگر به کجا می توانند بروند. لکن وقتی که دنیا خواست راجع به برنامه اتمی ایران چیزی بداند، سازمان مجاهدین خلق